ماجرای با یک مار آبی ماجرای با یک مار آبی نویسنده گوری سرنیدی نگارگر منگو نیپیت سایاسین برگردان به فارسی کتابخانه درخت دانش برگرداننده سنجر سحیل کودکان نوجوانان عزیز سلام امروز باز هم یک قصه دیگه براتان میخوانم امیدوار هستم خوشتان بیایه قسمی که شنیده نام ای قصه است ماجرای با یک مار آبی و در این قصص شما میشنوین و زمنان میخانین و همچنان میبینین که یک پسرک کوچک که خان نام داره و به مایگیری گیری میره یک روز یک مار آبی را شکار میکنه در این قصه خان با موجودات عجیب رو برو میشه و ماجرای پرمخاطره را پشت سر میایه و هم میمانه و همچنان دوستای بسیار جدیدی را میسازه و تا قادر میشه یک کار خارقلاده را منجام انجام به این که قصه را بشنیم و ما میدار میقصره خوش کنین و چیزایی هم از او یاد بگیرین میریم طرف قصه یک روز انگام مایگیری خان را خواب گرفت او منتظر بود که یک ماهی تومه ای را که او در قلاب مایگیریش بند کرده بود بخورد ناگهان قلاب مایگیری خان تکان خورد او به سرعت از خواب بیدار شد با خودش گفت این چی میتواند باشد؟ ها، یک موجود تلاش میکرد تا خودش را از بند قلاب مایگیری رها کند آن موجود با قدرت و زور فراوان قلاب مایگیری را به سمت خود کشید که حتی سبب شد خان به داخل آب بیفتد زور آن موجود چنان بزرگ بود که توانست که قلاب مایگیری را به سمت خود بکشد با فشار زیاد و خانه تا عمق بر با خود ببرد خان تازه متوجه شد که آن موجود در واقع یک مار آبی است خان همچنان متوجه شد که انواع گناگونه از موجودات بحری در داخل آب زندگی می کنند خان و مار آبی با هم یک جا در بحر شنا می کردند مار آبی خان را با خودش به سمت یک سنگ کشید و با او گفت میدانی تخمهای من اینجا در زیر این سنگ بزرگ افتیده و بند ماندهاند. خان سنگ را فشار داد. بسیار سخت فشار داد. سنگ؟ اما بسیار سنگین بود و تکان نمی خان فکر به ذهنش آمد. او خریطه ای را پر از برنج که به شانه ویزان کرده بود باز کرد. حیوانات نزدیک به خان به سمت او شنا کردند چون می برنج بخورند. خان از تمام آن ایوانات بحری که میخواستند برنج بخورند تقاضا کرد تا او را کمک کنند تا بتواند تخمهای مرغ مار آبی را از زیر سنگ آزاد کنند همه موجودات بهری با یک صدا و درخواست خان پاسخ مثبت دادند آنها یک جا با هم به سمت سنگ رفته و تلاش کردند تا آن را از جایش تکان بدهند هنگام کانها به سنگ رسیدن با تمام قوت و توان خودشان بر سنگ فشار آوردند بسیار فشار آوردند بعد از تلاش های فراوان آن سنگ بزرگ بالاخره از جایش تکان خورد خان در زیر سنگ متوجه تخمهای با ارزش مار آبی شد خان با احتیاط کامل دستهای خود را با هم یک جا کرد و با آهستگی تخمها را از زیر سنگ برداشت تخم ها شروع به تکان خوردن کردند آه چی چیزی اتفاق میفته؟ تخم ها شروع به تکان خوردن کردند چی چیزی داره اتفاق میفته؟ از داخل یک تخم یک مار آبی کوچک خودش را بیرون کشید همه چیز به آرامی صورت گرفت مار آبی بسیار خوشحال به نظر می رسید خان و موجودات دیگر بحری خوشحال بودند خان احساس خواب آلودگی کرد و با تمام خستگی و هیجان خوابش برد. مار آبی او را به آرامی و خوبی از آب بیرون کشید. خان بار دیگر در کنار دریا از خواب بیدار شد. به سمت سطل مایی خودش نگاه کرد، دید که خالی بود. آیا همه این ماجرا یک رویا بود؟ خب کودکان عزیز، شما چی فکر میکنید؟ آیا همه این را خان در خواب دیده بود یا ای که براستی دی مورد فکر کنین و همراه دوستا پدر جان و مادر جان یا خواهر و برادر خود نظر خود شریک بسازین سطح خانش این کتاب دو است و برای کودکانی در نظر گرفته شده است که توانایی شناسایی واژه آشنا را دارند و واجه های جدید را می توانند با کمک دیگران بخوانند. برای دستیابی به منابع باز آموزشی و کتابهای قصه برای کودکان به سایت کتابخانه درخت دانش www.ddl.af مراجعه کنید.